با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان و با عرض سلام خدمت شما عزیزان و بزرگوارانم در هر کجای این سیاره زیبا که هستی، امیدوارم شاد، تندرست و در آرامش کامل به سر ببرید. فقط یه لطفی بکنید ببینم صدا هست یا نیست. اصولا بعضی ها شکوه میکنن از صدا. ساعتمون هم اینجا هست، دقیقا امروز 3 اکتبر ساعت 1:20 بعد از ظهر. من اینجا بنویسم 1:20 که زمان نگذره بتونم با شماها عزیزانم همکاری کرده باشم. به هر حال صدای رعد برق هم میشنوید و احتمالاً بارندگی بسیار شدیدی خواهیم داشت و امیدوارم که بارندگی اجازه بده که بنده در خدمت شما بزرگوارانم باشم. ما چون از صبح مشغول کار بودیم دیگه، من به یک باره یادم ای بابا ساعت گذشت و زمان گذشت، گفتم که این عزیزانم که در انتظارشون هستم ببینمشون، من فقط عکساتونو میبینم، متاسفانه تصویراتونو نمیتونم ببینم. امیدوارم یک شرایط مهیا بشه که بتونیم شما عزیزان رو تصویری ببینم. اصلا سوالاتتون رو خودتون دونه دونه با صدای خوش خودتون از من سوال بکنید و بنده هم با این صدای خشدار و خشن و چی میگن خسته و دور از وطن جواب شما عزیزانم رو بدم. برای روزهای قشنگ پاییزی رسید، تمام دنیا به غیر از استرالیا و نیوزیلند تجربه پاییز رو دارن میکنن و امیدوارم که پاییز دلانگیزی باشه. زیباترین فصل، فصل پاییزه. یعنی در واقع طبیعت، خداوند به طبیعت مدال طلا رو در فصل پاییز اهدا میکنه. تمام برگ ها به شکل طلایی در میان و خداوند اون حلقه طلایی رو به گردن تمام درخت ها آویز میکنه و بهشون مدال افتخار رو میده که چه زیبا فصل تابستون و بهار رو ساختن و بندگان و موجودات رو از اکسیژن و از سایه و از میوه ها و از عطرهای دلانگیزشون سرشار کردن و تغذیهشون کردن. به هر حال قدر تمام فصول رو ما باید بدونیم. هیچ فصلی بی انگیزه و بی دلیل نیست و هیچ کاری در این سیاره بدون نظر پروردگار نخواهد شد. حتی اون برگی که از درخت میفته بدون نظر و توجه الهی محاله. حتما در پس اون ریزش و اون برگ حکمت الهی خفته. یاد اون باشه که اصلا این مسئله رو از یاد نبریم که هیچ کاری بدون حکمت الهی انجام شدنی نیست و خواست الهی در همه جا در پس هر عمل کردی هست. تمام میوه ها، تمام درخت ها، تمام گیاه ها، تمام موجودات، همه و همه در واقع فرمانبر بدون چون چرای الهی هستند. گیاهان سر زمان، سر فصل شروع به کار میکنن، تولید مثل میکنن. حیوانات، پرندگان، تمام موجودات. تنها موجودی که به فرمان الهی تن نمیده انسان، درست برعکس. و جالبم اینجاست که این انسان قانون برای طبیعت می‌نویسه، دستور برای طبیعت صادر می‌کنه، حکم برای طبیعت صادر می‌کنه و متأسفانه بسیاری هم خودشون رو نمایندگان این خدا در روی زمین می‌بینن و حکم به افساد و فساد و سنگسار و اعدام و شلاق و زندان و همه اینا صادر می‌کنن و میگن ما نمایندگان خدا هستیم، در حالی که خداوند نماینده‌ای که بر روی زمین میفرسته باید هرگز بیرحمی و ظلم رو تجربه رفت. حالا میگم اون هفته یادتون باشه یه باد شدیدی وزید و امروز هم میسی که ادامه خواهد داشت. قبل از شروع عرایزم میخوام که یک سری مسائل رو یادآور باشم. اولا که من هر جمعه در رادیو گلچین لس آنجلس ساعت
یک بعد از ظهر به وقت خود ما و ساعت فکر میکنم هولوش 10 و 11 شب به وقت ایران باشه. برنامه زنده دارم اونجا و تکرارش هم 8 ساعت بعدش هم باز تکرار داره و بعدش هم به خاطر اینکه فصل پاییز رسیده یه سری نکات رو ما باید حتما در باغ‌ها و باغچه‌هامون رعایت کنیم. فصل پاییز زمان خوبیه برای آزمایش خاک‌ها عزیزم، یادتون نره. کسانی که میخوان آزمایش خاک بکنن الان فصل خوبیه، چون زمان برداشت تمام شده و باید حداقل برای زمین‌هامون باغچه هامون، من راجع به باغچه ها صحبت میکنم، بهترین شرط اینه که کسانی که میخوان گیاهای پاییزی بکارن الان بهش کامپوست و کود اضافه بکنن که وقت بسیار خوبیه. ولی در این شرایط ایجاب میکنه که ما تغذیه رو به خاک برسونیم که خاک در ایام گذشته با برداشت های ما خاصیتش رو کمی از دست داده باشه. در مورد باغا، بعد از عملیات برداشت باید درخت‌ها رو حتما برای گذروندن بدون آسیب و مقاوم بودن در مقابل سرما و یخبندون زمستون و شروع فصل بهاری بدون آفت و بیماری آماده کنیم. به همین منظور ما به چند عملیات که لازمه در باغ‌ها باید حتما اقدام بکنیم. بنده به این تعداد به صورت برنامه فشرده هستش، شاید بعضی نکات رو در آینده خدمت شما عزیزان عرض کنم. یکی از کاریز محلول پاشی فروتست روی درخت هاست که بسیار مهم و حیاتیه. تمام عناصر برای پیشگیری از سالاوری برای درخت ها تأثیر داره، ولی اما سه عنصر بسیار حیاتی و مهمه. این سه عنصر رو عزیزان حتما فراموش نکنید. کسانی که باغ دارن، باغدارها و کسانی که حتی در باغچه‌هاشون اگه درختی میوه دارن، این مسئله رو فراموش نکنن. ماشاءالله چقدر جمعیت. این سه عنصر رو نیتروژن، بور و روی تشکیل میده. این سه عنصر بسیار حیاتیه برای درختانمون. پس ما در محلول پاشیمون، در واقع فروتست پاشی که بهش اصطلاح هم میگن فروتست، ما نیازمند به محلولی هستیم که دارای نیتروژن، بور و روی باشه. اون رو ما به درختانمون زمانی که برگ‌ها هنوز این شکلی سبز، هنوز زرد نشدن و شروع به زرد ریختن نکردن، میوه‌ها رو برداشت کردیم، میوه‌ای رو درخت نیستش رو انجام میدیم تا این مسئله به ما کمک بکنه که درخت ما به افت میوه دادن یا به میوه شدید دادن مبتلا نشه. نمیدونم مثل که سرعت اینترنت حالا چیه، یه خود مثل که من تصویر الان اونجا نمیبینم کسی رو. بگذاریم. بعد عمل بعدی رو که ما باید انجام بدیم جمع‌آوری برگ هاست، که این جمع‌آوری برگ ها باعث کاهش بیماری هاست. بسیار این مسئله جمع‌آوری برگ‌ها روی باغچه‌هامون که ریخته شده رو زمین، یه عده میگن بذاریم بمونه، این به شکل کود هستش. من کاملا این نظریه رو رد میکنم و اصلا نمیپذیرم. باید حتما تمام برگ‌ها رو از سطح باغ و باغچه‌مون جمع‌آوری بکنیم. اگر جمع‌آوری بکنیم این برگ‌های ریخته توی باغ و باغچه‌مون رو، ببینید چه اتفاقی میفته. جمع‌آوری برگ ها کمک میکنه که ما هرگز سیبامون به لکه مبتلا نشه، گردوهامون به لکه مبتلا نشه، بادومهامون به لکه مبتلا نشه. اصلا بیشتر درختانمون که میوه‌هاشون به لکه مبتلا میشه، با این کار ما اگر برگ ها رو جمع‌آوری بکنیم کمک کردیم که این لکه هایی که روی درخت ها به وجود میاد، روی میوه ها به وجود میاد، از بین بره. بعدش جمع‌آوری میوه هایی که از توی درخت ها به روی زمین ریخته شده. حالا جمع‌آوری این میوه های ریخته شده رو زمین چه تأثیری داره؟ اولا که جمع‌آوری میوه های آلوده، به اونا دیگه گفته میشه میوه های آلوده، کاهش آفات مگس مدیترانه ای که به خصوص در مناطق مثل مازندران و گیلان و دسپول و اندیمش و اونجاها، در جایی که مرکبات بیشتر عمل میاد،
این مگس مدیترانه ای بسیار بیداد میکنه. در درجه اول کاهش میده، یعنی حداقلش به وجود میاد اگر این میوه‌ها رو ما جمع‌آوری بکنیم. بعدش زنبور مغزخوار پسته در مناطق مثل کرمان و یزد و اونجاها که پسته کاری میشه، دقت بکنید میوه‌هایی که در زمین ریخته شده حتی پوست میوه‌ها رو جمع‌آوری بکنید که زنبور مغزخوار پسته ریشه کم بشه. بعد با این عملیات زنبور طلایی مغزخوار پسته هم داز دوباره ریشه کم میشه. اگر این رو هر سال ما انجام بدیم ما با این آفات مواجه نخواهیم شد. بعدش کسانی که زیتون کاری میکنن، مگس زیتون به کل از بین بره، یعنی این کارا رو وقتی انجام بدیم ما این بیماری ها رو با باهاشون روبرو نخواهیم شد. بعد این عملیات که انجام شد دادیم، پس درخت رو فروست زدیم، برگ‌های ریخته شده زمین رو جمع‌آوری کردیم. اینا سلسله مراتب داره، داریم میریم به طرف جلو، به طرف انتهای پاییز. برگ‌ها رو جمع‌آوری می‌کنیم، میوه‌های آلوده رو جمع‌آوری می‌کنیم. حالا نوبت ضد عفونی کردن باغمون، یعنی ما این سه مرحله رو اول فروست، بعد جمع‌آوری میوه‌های آلوده، بعد جمع‌آوری برگ‌های ریخته شده، حالا نوبت ضد عفونی کردنه. ضد عفونی رو ما باید از سمی استفاده بکنیم که ترکیبات مسی داشته باشه. عزیزان اسم سم مهم نیست، اصلا مطرح نیستش که اسم سمتون، کمپانیتون، برندتون چی هست. نگاه کنید که روش ترکیبات مسی وجود داره یا نه. هم از این نوع سم به حالت به صورت سم پاشی روی درخت ها به شکل مایع استفاده میکنیم و هم روی خاک به شکل پودری استفاده میکنیم، که این کار باعث میشه که از خاک و از تنه درخت ما آفات رو دور بکنیم. و کار بعدی اینه که اگر نگاه بکنید در تنه های درختاتون اگر ترکی هست، اگر شکافی هست، حتما اون تنه های درختاتون رو یا با رنگ پلاستیک سفید یا با سموم رقیق نشده اونها رو با رنگ مثلا میتونیم از اورادو فیکس رقیق نشده اسپورت. بدنه درخت هایی که ترک خوردگی داره، شیره داده در گذشته مشخصه، میبینید اون بدنه ها رو حتما با این ترکیب رنگ کنید. اگر شرایط رنگ ندارید خیلی ساده است، گونی نخی، عزیزم نه گونی پلاستیکی، گونی نخی رو در این سم آغشته بکنید، مثل سم دیازدان مثلا آغشته بکنید گونی نخی رو و دور تنه درخت زخمی آسیب دیده بپیچید و ببندیدش. اون تمام اون آفاتی که در تنه درخت، در شکافای درخت هستش، اونا رو همه رو از بین خواهد برد. و کار بعدی الان در این فصل، وقتی که این مراحله که طی کردیم، جمع‌آوری شاخه هایی که خشک شده رو تنه درخت یا کرم زده رو تنه درخت، مشخصه شاخه‌ای که خشک شده است، شاخه‌ای که کرم زده است و سیاه است، این شاخه ها رو الان ما هرس میکنیم. یعنی این نکاتی رو که بنده خدمت شما فهرست بار با عجله عرض کردم، اگر شما رعایت بکنید باغدارای عزیز، یقیناً شما با سالاوری مواجه نمیشید، با کمبود میوه مواجه نمیشید، با افت میوه مواجه نمیشید، یا زیادی از حد درختتون میوه نخواهد داد. برای این مسائل رو که لازم میدونستم خدمت شما بزرگوارانم عرض کردم. حالا بریم سراغ شما عزیزانم که ماشاءالله چقدرم زیادی. من فکر کردم الان همه خوابن، برم از اول برگردم اون بالای بالا. ماشاءالله خدایا، من همش 45 دقیقه، یک ساعت بیشتر نمیتونم در خدمت شما باشم. این همه سوال. خیلی ممنونم از احوالپرسی ها و سلام علیکاتون، ممنونم از تک تکتون، متشکرم ممنونم. با سلام، الان تو این فصل برای باغ چی کار بکنیم؟ گفتم تمام این نکات رو که عرض کردم حتما انجام بدید، بسیار بسیار مفید و عالی خواهد بود. یعنی 4 سال 3 سال شما این عملیات رو در باغتون انجام بدید، باغی خواهید داشت دقیقا بهشت، زیبا، بدون آفت، بدون خسارت، بدون
بوی میوه های گندیده و اگر کسی وارد باغتون بشه لذت میبره و خود شما هم سود بسیار خوبی از اون باغ خواهید برد. برای سلام صابر، میشه در مورد هرس سبز درخت سیب برای باردهی توضیح بدید؟ ببینید عزیزان، هرس سبز برای باردهی اصولا به این شکل انجام میشه که تمام درخت های سیب و گلابی اصلا از اول زمستون به من و شما میگن که ما قراره در کدوم شاخه ها ما میوه تولید بکنیم، یعنی به حالت واضح و روشن مشخصه، یعنی روی شاخه هایی که تورم های میوه‌ای هست کاملا واضح و مشخصه، یعنی به شکل انبوه سر شاخه ها شروع کرده، شاخه های کوتاه شروع کرده به جوونه هایی که تولید میوه میکنه، ولی شاخه هایی که به حالت نرک در اومده، شاخه های بلند و نازک که از امسال در اومده کلا بدنش دوندون های تورم ساده است، اونا شاخه هایی هم که میوه نمیدن، پس ما اون شاخه ها رو هرس میکنیم تا به درخت کمک بکنیم که شاخه های میوه دار رو حفظ بکنه. سلام صابر، آیا زمین کشاورزی برنج خاکش نیاز به آزمایش داره؟ عزیزان من، تمام خاک ها، تمام باغ ها، حتی باغچه ها اگر میخواید استفاده بکنید یقینا داره. چرا دلیل چیه؟ به خصوص اینکه اخیراً متاسفانه در ایران به دلیل کمبود آب در اعماق خیلی پایین دارن عملیات انجام میدن، آب رو از عمق‌های خیلی پایین حفاری میکنن میارن بالا، آبی که از اعماق خیلی پایین میاد بالا، این آب متاسفانه آغشته به موادی هستش که برای گیاه ها اصلا مفید نیست، یادتون باشه، برای باغات، برای مزارع، برای کشاورزی اصلا مفید نیست. آبی رو ما برای کشاورزی و باغ و زمین زراعی باید استفاده بکنیم که اون آب به حالت چشمه و رودخونه جریان داشته باشه، که تمام این گازهای کلورش و مواد کربنیش کلن ازش در جریانی که حرکت داره اون گازها ازش تخلیه میشه و وقتی که به زمین زراعی میرسه یک آب کاملا تصفیه شده است. ولی آبی رو که ما از اعماق زمین میکشیم و دایرکتلی میکنیم توی زمین کشاورزیمون، 100% زمین رو نیتروژنش رو به شدت میبره بالا، نیترایدش رو به شدت میبره بالا و موجب میشه که خاک به حالت آغشته در بیاد و تولید ما به شدت افت بکنه. پس ما هر خاکی رو به خصوص مناطقی که مشکل کم آبی دارن و از آبهای چاه استفاده میکنن بسیار تهدید میکنه. اوکی، چارکود پاییز بهتر است یا اسفند ماه؟ ببینید عزیزان من، ما درختارمون رو وقتی که میخواییم تغذیهش بکنیم، اولا که اگر باغ دارید بهترین کار اینه که سطح خاک رو به اندازه 20-25 سانت، نه یک متر، به اندازه 20-25 سانت، فقط سطحی اون سطح خاک رو ما کار داریم، اون رو الان شخم بزنید و الان بهترین زمانه اینه که ما کود حیوانی پوسیده رو به باغمون اضافه بکنیم از طریق شخم زدن. ولی اگر براتون مقدور نیست شخم زدن، به شکل چارکود در دو فصل ما میتونیم به درخت ها و گیاهانمون کود برسونیم. کود شیمیایی با کود حیوانی فرقش در اینه، اینها هر دو ترکیبات برابر دارن، ولیکن ترکیب کود شیمیایی اینه که بلافاصله عمل میکنه، ترکیب کود حیوانی زمان بره. پس اگر من قرار کود حیوانی رو به باغم اضافه بکنم و ازش نتیجه بگیرم، اون عناصر مورد نیاز رو ازش بگیرم، پس بهترین کاره که چی؟ به خصوص کلسیوم که از این کودها به دست میاد، کلسیوم بسیار تنبله، کلسیوم تا بهش آب نرسه و هوای خنک بهش نرسه اصلا حرکت نخواهد کرد. پس بنابراین ما برای اینکه کود حیوانی رو به زمینمون بتونیم به موقع برسونیم، حداقل چند ماه لازم داریم، حداقل 120 روز ما نیازمندیم، 90 تا 120 روز نیازمندیم که این
کود در زمین تجزیه بشه و اون عناصر خودش رو شروع بکنه به تخلیه کردن. به همین دلیل من پیشنهاد میکنم بهترین زمان کود حیوانی دادن به درخت ها رو در مناطقی که سرد سیره، الان در واقع دیگه هوا سرد شده، الان انجام بدیم در پاییز، ولی مناطقی که نیمه سرد سیره، هنوز شباش به سرمای اولوهش مثلا 7-8 درجه نرسیده، سب بکنید در آخر پاییز در اوایل زمستون انجام بدید. این بهترین روشی که الان به شکل چارکود استفاده بکنید از این کار. سلام و مرسی از کمک های بیدریق شما و سلام به شما خواهر عزیزم که لطف دارید و در جمع ما هست. متشکرم. سلام به تک تکتون. صدا خوبه. مرسی. مرسی خواهر عزیزم. صدا خوبه. بله مرسی. الحمدلله. الحمدلله صدا خوبه. سلام. یک درخت نارنج دارم. توی گلدون 4 سالشه اما میوه نداده. میتونم پیوند بدم با لیمو ترشی یا نارنگی؟ من در دالاس هستم. ممنون میشم. بله وقتی که شما اصولا درخت هایی که از طریق هسته کاشته میشه بستگی داره به نوع میوه، زمانبر هست بین 7-8 تا گاهن تا 10-11 سال این که این درخت ها به میوه برسن، ولی بهترین حالت اینه که در این شرایط پیوند بزنیم. و پایه نارنج هم یادتون باشه بهترین پایه است برای درخت های مرکبه. اگر این رو دارید حتما روشون پیوند بزنید. و یادتونم باشه برای به دست آوردن میوه درون گلدون ها، البته امروز شاید بعد از این برنامه یا فردا ویدیوی براتون بذارم، تمام عزیزانی که در گلدون ها درختان میوه ای رو نگهداری میکنن باید مدام اینا رو هرس کنید، مدام اینا رو کوتاه نگه دارید، نذارید رشد بی رویه بکنن. اینا رو وقتی کوتاه بکنید اینا تحریک میشن به میوه دادن، ولی اگر رها بکنید بالا خودشون هی برن بالا از میوه خبری نخواهد شد. سلام صابر. در مورد تغییر و افزایش باردهی درخت گردو راهنمایی میفرمایید سپاسگزارم. عزیزم من الان قبل این شروع این سوال جواب ها توضیح کامل دادم، دقیقاً این نکاتی رو که خدمتتون عرض کردم رعایت بکنید، درخت گردوتون رو من تضمین میکنم که درخت پربار و عالی بشه. جناب صابر اون سماور زغالی، بله سماور زغالی، جاتون خالی تو چای رم دم میکنیم و میخوریم. اینو میگید بله. بسیار جاتون اینجا خالیه. بسیار بسیار جاتون خالیه. حقیقتاً دوست داشتم ای کاش شرایطی به وجود بیاد یه روزی عزیزانم بیان اینجا یه سفره پهن بکنیم دور هم دیگه. من کباب پزیم، بعد دیگه کباب بپزم دور هم بخورم. آب گوشتم بعد نمیپزم. سلام صابر. دو نمونه کرم تو باغ دیدم و در حال پاکن. آیا اینا کرم طوق خار هستن؟ ممنون. در حال پاکن متوجه نمیشه منظور چه پاکن میشه، ولی ببینید کرم اگر میخواید، اولا که ما کرم طوق خار نداریم، ما کرم ساق خار داریم، کرم ساق خار و کرم ریشه خار داریم. طوقه رو اصولا زمانی آسیب ببینه طوقه که مثل کرم خرات میاد نفوذ میکنه که درخت و درخت رو سوراخ میکنه، ولی اصولا درخت به دلایل مختلف وقتی ضعیف هست و شروع میکنه به ترک های متعدد درون اون اصولا حشرات و کرم ها میرن نفوذ میکنن. اون چیزی که شما دیدین یقینا کرم ریشه خار میتونه باشه، به حالت حلقه‌ای روش حلقه است، سر سیاهی داره و رنگ شیری رنگ، اگر اون باشه کرم ریشه خار است. اوکی الان فصل پود دادن است در باغچه، منظورتون کجاست؟ نپرسید سوالتون رو دقیق روشن بکنید. عرض کردم الان اگر در مناطقی هستید که سرد سیره، شبا هوا دیگه به زیر 7 درجه و 8 درجه میرسه، روز نه شب، بله حتما وقت کوددهیه، ولی اگر نه نمیرسه سب بکنید تا هوا سردتر بشه بعد کود بدید. و یادتونم باشه که
هرگز از کودتازه استفاده نکنه. فاجعه است. کسانی که از کودتازه استفاده میکنن خودشون با دستای خودشون باغ و باغچه‌شون رو نابود میکنن. سلام صابر، وقت بخیر. خاک گلدون رو که نگس سیاه توش تخریزی کرده چجوری میشه ضد عفونی کرد؟ آیا میشه با واریلس اون خاک رو ضد عفونی کرد؟ واریلس خاک میده. ببینید، خاکی که توش مگس تخریزی کرده، اول اینکه اگر هوای خوبی دارید ببرید بیرون گلدونتون رو و یک آبیاری عمیق بکنید و بذارید در یک جایی که صبح آفتابی ببینید. این از این. تمام مگس ها به دلیل آبیاری شدید از جریان اون خاک خارج میشن. یه آبیاری شدید، یعنی قشنگ آب بریزید طوری که از زیر گلدون آب جریان کامل پیدا بکنه. گلدونت هم نگفتی چه نوع گیاهی داری، ولی حالا بگذاریم. بعد که این کار کردید، اگر در خارج از ایران هستید، محلولی رو بگیرید به نام اینسکت کلر یا همون مالاتانی که در ایران ما داریم، در اینجام داریم مالاتان. این رو بعد اینکه آبیاری کردی، فردا نه پس فرداش میذاری یک کنار که موند مجدداً توی یک آفتابه، توی یک ظرف بزرگ، از اون برای هر لیتر 2 گرم در نظر بگیر. اون آب رو دوباره به همون شکل توی ظرف کامل حلش کن و مجدد برس پاون بذار سیراب بشه. تمام این که تخلیه شد، اون وقت رها میکنی، تمام این تخما که اونجا بودن همه از بین میره. یک حدود 1 هفته تا 10 روز رها کن در بیرون بمونه، بعد ببرش داخل خونه. انشاءالله که از این موضوع برکنار بشی. و یه چیزی رو به شما عزیزانی که علاقه من به نگهداری در کل گیاهی خونه هاتون هستید یادآوری بکنم. ببینید، اولا که سعی بکنید در اون منطقه، در اون فضایی که گل گیاه نگهداری میکنید، حتما یک پنکه‌ای داشته باشید. اگه دقت کرده باشید، اینجا من تو جایی که گل گیاه نگهداری میکنم، بخصوص ارکیده ها رو، همیشه یک پنکه سخفی اونجا با یک دور آرام در جریانه. اولا که این پنکه چی میکنه؟ نمیذاره هوای متراکم در یه گوشه بمونه، تمام هوای اونجا رو ارگیشن میکنه، میچرخونه. و وجود اون جریان چرخش هوا عاملی میشه که حشرات نتونن یک جای ثابت و راحت پیدا بکنن برای تخم‌ریزی و زنده موندن. و بعد برای اینکه این اتفاق براتون نیفته، همیشه زیر گلدون و زیر گلدونی به اندازه 2 سانت 3 سانت سنگ ریزه بریزید، بذارید گلدونتون بیاد همیشه بالا. وقتی که اتفاق بیفته، تای گلدون چون میچسبه زیر گلدونی، اون فضا فضای بسیار عالیه برای رشد حشرات. ولی وقتی بیاد بالا، جریان هوا اولا عاملی میشه که ریشه هیچ وقت قارچ نزنه، ویروس نگیره. یک جریان هوایی از زیر اون سوراخ گلدون به ریشه گیاه میرسه. و مسئله اینجاست، ما وقتی میخوایم گلدون رو آبیاری بکنیم، سطح خاک رو میبینیم، همیشه میبینیم یه خود خشک شده آب میدیم، خبر نداریم که گلدونی که حداقل 30 سانت 40 سانت 50 سانت ارتفاع داره، اون پایینش هنوز خیس خیسه. پس بنابراین ما اون پایین همیشه داریم خیس نگهداری میکنیم و همین همیشه خیس نگه داشتنش عامل میشه که ریشه همیشه به حالت خیس بمونه. گیاها گاه هم به حالت زردن یا روششون بسیار تنبل میشه یا برگ ها به شکل ناقص در میاد. ولی این کاری که بکنید، اولا که آب رو به راحتی جمع آوری میکنید، زیر گلدونی نمیذارید آبی باقی بمونه، بعدش هم حشرات و آفات اون زیر نمیتونن جایگیری بکنن. و از اون گذشته، هنگامی که مطمئنید دارید میرید به مهمونی جایی، حتما نه روی گیاه، هرگز روی گیاه این کار رو نکنید، ولی زمین اطراف گیاهتون رو روی زمین اطراف اسپری همین حشره کشای معمولی که تو خونه استفاده میکنن، روی زمین
با ارتفاع پایین که روی گیاه نباشه یه اسپری بکنید، موقع که از خونه داریم یه چندین ساعت قرار نیست برگردید رها بکنید به این حالت بمونه. و اما یکی از کارهایی که برای گیاهایی که توی گلدون توی خونه نگهداری میکنید این کار رو رعایت بکنید، خیلی هم عالیه. چه میکنیم؟ به اندازه یک قاشق غذاخوری روغن مایه غذاخوری، موقع روغن مایه غذاخوراکی، و یک قاشق غذاخوری هم صابون مایه که بو نداشته باشه، این دوتا رو میریزیم در یک لیتر آب و اون رو شیک میکنیم کاملا. وقتی که به یه محلول تبدیل شد هر چند روز مثلا هفته یک مرتبه روی همه گیاهاتون از راه دور با 50 سانت 60 سانت فاصله این اسپری کنید، به حالت غبار بشینه روش، نه اینکه از نزدیک بزنید که این گیاه رو اذیت بکنه، با فاصله 50 60 سانت به حالت غبار پاشی روی این گیاهاتون بزنید و زیر برگ‌ها هم این کار بکنید که از رشد کنه و حشرات و کرم‌ها به خصوص مگس‌های ریز که بسیار ریز و کوچولو هستن، سیاه رنگ هم هستن، دوری بکنید. اوکی. سالمونلایت معدنی برای فراوری کود گاوی خوبه یا نه؟ ببینید سعی بکنید تا اونجایی که میشه از گوگرد استفاده بکنید و از مواد معدنی بله بسیار هم خوبه، ولی به صورت استفاده نکنید ازش. چرا؟ چون درونش تولید گاز میکنه، همون رو اگر به شکل سریع با اون کود تازه مثلا بزنید ظرف یه مدت ما بخواید برگردونید، خود اون چون گاز داره و کودم چون نیتروژن خیلی بالایی داره و توش ویروسه به باغتون بسیار آسیب خواهد رسون. سلام، عرض ارادت، بنده هم ارادت خدمت شما دارم. کود گاوی رو چطوری بپوسونید؟ کود گاوی رو بهترین روش سالمش به قول این واردی ارگانیکش، حالا ایرانش نمیدونم میشه، اگر میخواید بپوسونید بهترین روش اینه که در یک جا کاملا دپو بکنید، بعد روش رو پلاستیک بکشید، پلاستیک بزرگ بکشید و نذارید روش آب بارون اینا بخوره. اگر مطمئنی که بارندگی ندارید روش رو اصلا باز بذارید و اون رو مرتب زیر رو بکنید، انقدر زیر رو بکنید که به حالت اصلا پودر در میاد وقتی این کارو میکنید خود بخود. وقتی که این کارو بکنید زمان بر که باشه دیگه هیچ نوع چسبندگی و رطوبت که وقتی در اون پود ندیدید اون وقت اون کود پوسیده و آماده برای استفاده است. سم و کودهایی که با آب مخلوط میشن بعد از مخلوط شدن با آب قابل نگهداری تا چند روز هست؟ آیا اگه استفاده نشه دوباره ریخته بشه بهتر، دور ریخته بشه بهتره؟ ببینید اولا که سم میره که شما میخواید استفاده بکنید، استفاده اونو حتما با یکی دو روز اگه نگه داشتن نه مشکل نداره، ولی اگه سم رو در آب مخلوط بکنید و بذارید بمونه اولا ضرری که داره چشم سمپاش دون میگیره، این در درجه اول یه ضرر این شکل خودتون میکنید، چون تمام سموم حالت چسبندگی داره، توش مواد روغنی داره و مواد آهکی داره و مواد گوگردی، اینا میاد چشم و سمپاش دون میگیره، این یک ضرر اولشه. و بعدش هم وقتی مدت طولانی که بمونه خود همون مواد تولید کپک میکنه و شما در واقع کپک رو روی گیاهات میپاشید. ببخشید صابر، وایتکس خاک رو ضد عفونی میکنه؟ نه عزیزم، وایتکس رو اگه شما قرار باشه برای خاک استفاده بکنید فقط یک مرتبه نه بیشتر، اونم که زمانی که شما میخواید یک نخال یا یک گل رو بکارید، برای یک گیاه رو زمانی که میخواید بکارید بهترین کار اینه که شما گودال رو بکنید، اگر فقط وایتکس در اون زمان مصرفش خوبه گودال رو بکنید، بعد که گودال رو کندید خاکش رو که تخلیه کردید به اندازه 10 تا 20 لیتر آب رو توی اون به اندازه یک لیوان وایتکس بریزید و بریزید تو اون گودال، بذارید اون گودال تمام اون آب رو کاملا بکشید خودش کامل که کشید و خشک شد اون وقت گیاهات رو بکار، اون باعث که تمام اون باکتری های موجود و آفت های موجود در اون خاک از بین بره. ولی اگر وایتکس رو شما روی خاک باغچه‌تون بپاشید یا استفاده بکنید دقیقا تمام
سلول هایی رو که تشکیل دهنده نقاط سبز روی گیاه رو میسوزونا از بین میبره. وایکس کارش کلن کشتن میکروب نیست، کشتن تمام موجودات زنده است. شما وایکس رو اگر روی مورچه بریزی میکشن شدن، به همین دلیل استفاده ازش روی گیاه کاملا اشتباه و روی خاک حتما هم اشتباه خواهد بود. سلام، چرا خوشه انگور رو پایین خوشه شروع به خشک شدن کرده؟ خب سلام، چرا خوشه انگور از پایین خوشه شروع به خشک شدن کرده؟ یکی از علتاش اینه که در خاکتون شما الان آفت دارید عزیزم. اولا که آبیاری نامنظم یکی از دلایله، یکی از دلایل آبیاری نامنظمه، و بعد بیل نزدن باغتونه، خاکتونه، و کود تازه دادن به خاکتون میتونه باشه، و سمپاشی روی خاک نکردنتون. اینها عواملیه که میتونه به این مشکل بر بخوره. و یادت باشه خوشه‌ای که شاخه‌ای که خشک شده حتما عرسش بکن، نزه بمونه، چون اون باعث میشه که کنه خود حشرات تمامش درونش، شاخه‌های خشکیده که روی تنه درختامونه فاجعه هم اونا عاملی میشه که روی درخت تمام پر بشه از آفات. سماور زغالی داری صابر؟ بله عزیزم سماور زغالی دارم، من هنوز ایرانی هستم، من هنوز من دهاتی هم آقا، من بچه روستای چهریق سراب هستم، من بچه اونجا، اینجا اگه هستم دلایلی که خودتون میگید، من هنوز دهاتی هم. در مورد آفات درخت انجیر مخصوصا کنه عنکبوتی توضیح بده. کنه عنکبوتی فقط برای درخت انجیر نیست، برای تمام درخت کنه عنکبوتی وقتی که سراغ یک گیاه میاد حتما باید سمپاشی ضد کنه بکنید. اگه نکنید زیر برگ ها شروع میکنه به حالت تار بسته شدن، زیر برگ ها شروع اتفاق میفته، یا جایی که ساقه به برگ و تنگ چسبیده، حتما حتما سمپاشی ضد کنه یادتون نره. اگه نکنی درختتون رو از بین میبره، چون کنه میره تو مغز گیاهتون. سلام استاد، مرسی از دم، متشکرم. خوشه انگور منم از پایین خشک شد، دلیلش فقط عرض کردم همون موردی که عرض کردم، فراولی کودگاوی رو توضیح بدیم که توضیح دادم. عزیز دل خوزستانی بهرام شاگردنت منو کشته. خب اینم از این. سلام 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 به همه تون. آیا می شود در اول زمستان درختان رو هرس کرد؟ بهتره که نکنیم. چرا؟ به این دلیل. ببینید اصلا ما چرا هرس رو به همون پیشنهاد کردن، علم و تجربه گفتن در اون زمان از سال هرس بکنیم. ببینید تمام درخت ها، تمام، البته این شامل درخت های استوایی نیست، حواسمون باشه ما درختانمون به چند دسته تقسیم شده است. بارون هم گرفت، انشالله که به خیر بگذره. درختانی که مال مناطق سردسیر و نیمه سردسیر هستند، هر درختی، هر گیاهی مختص یک منطقه است. امیدوارم این بارون اینترنت ما رو به مشکل نندازه. پس بنابراین تمام درختان، تمام فصل بهار و تابستون رو که آفتاب شدید، روزها بلنده، انرژی خورشید رو میگیره و درون برگ ها به حالت دقیقا این سفلایت ماهواره یا سولار سیستم که نور خورشید رو میگیره و میده به باتری، از باتری میره به لامپ. بنابراین این برگ ها، این شاخه ها رو پر از انرژی فتوسنتز کردن. اینا قرار همه جمع بشن، به تدریج برن بشینن تای درخت و اون قسمت تنه درخت. بنابراین وقتی که اول پاییزه، تابستونه، اول زمستونه، هنوز اون نشست کامل نشده، هنوز شیره نباتی و اون قند هنوز تو اون شاخه ها هست. اون شیره و نبات خود درخت میدونه، در واقع سایکل، اون چی میگن سایکل فارسی چی میشه نمیدونم. بعد اون کاری رو که باید در گذشت زمان انجام بده
این رو تجزیه تجزیه که میکنه، این رو میفرسته پایین، با گذشت زمان اون مواد، اون نور، اون انرژی که کسب کرده چون توی شاخه هستش، ما اگر اون رو هرس بکنیم در واقع اون انرژی رو از درخت گرفتیم، اون پایین که اون ریشه منتظر بود که اون بهش برسه بهش نمیرسه و درخت گیج میشه و از اون گذشته. وقتی که ما این هرس رو موقع میکنیم، چون شیره نباتی در شاخه ها هنوز جریان داره، به همین دلیل درخت بسته نمیشه. حواسمون باشه، ما وقتی که در آخر زمستون این کار رو میکنیم، تمام شیره ها نشست کرده، درخت در واقع شاخه هاش به حالت خوابن، اون هرس که انجام میدیم با سرعت خود اون هوای سرد و نبود شیره اون بخش رو در واقع پانسمان میکنه، میبنده، این بتونه میشه و همین مسئله باعث که درخت بهش آفت نفوذ نکنه. ولی اگر در اول زمستون کارو بکنیم، اولا یخبندون زمستون و شور و بارون و برف از اون مجاری ها به داخل درخت نفوذ میکنه، درخت از پدر میاره و بعدش هم درخت به مشکل برمیخوره و رشدش به تاخیر میفته و آفات هم از همون قسمت وارد تنه درخت میشه. و یادتونم باشه شاخه‌هایی رو که میخواید هرس بکنید، شاخه چند سال گذشته رو از درخت هرس نکنید. همیشه ما شاخه‌هایی رو هرس میکنیم که امسال بهار رشد کرده، آخر زمستون همین امسال هم اونو هرس میکنیم. هیچ وقت ما شاخه 3-4 سال گذشته رو هرس نمیکنیم، مگه یه اتفاق بیفته، مثلا بیماری قارچی به درخت حمله بکنه، آتشک به درخت حمله بکنه، بیماری لبشتوری، بیماری قرباری حمله کرده باشه. اینو خب انسان هم اینجوریه، دستش تصادف میکنه، ناشه میشن دستش قطع کنه، پاش قطع کنه. ولی وقتی که درخت صحیح و سالمه، ما شاخه رو که یعنی از اولی که درخت رو میکاریم، از همون ابتدایی که درخت رو فرو میکنیم توی زمین، هرس رو شروع میکنیم تا انتها. هر سال اول بهار نرسیده، چند روز مونده به بهار، شاخه‌ای که مال امسال بوده رشد کرده، بی رویه زیادی، شاخه‌ای که قرار میوه ندن رو هرس میکنیم. خب لطف دارید، لطف دارید، متشکرم. صدای جانبی زیاده، صدای جانبی زیاده، شاید صدای اینجا چون کنار این طرف من هایوه مثلا به یه وقت ماشین ها رد میشه، شاید صدا بود. بعدش هم صدای پرنده برنده است، چیزی اینجا این باغ نیست، همه چی خاموشه. خب شاید هم صدای آبم باشه، صدای جوب آبم میکنه باشه. سلام دوست عزیز، سلام به شما. اینجا نهال پرتقال چجوری؟ ایجاد نهال پرتقال چجوری؟ ایجاد نهال پرتقال رو شما میتونید از طریق بذر انجام بدید، میتونید از طریق خوابوندن شاخه توی خاک انجام بدید، میتونید اگر یک درخت پرتقال خوب رو سراغ دارید که میوه بسیار خوبی میده، یکی از شاخه هاشو که نازکتر از 60 انگشت نباشه انتخاب بکنید، یه شاخه خیلی سالم و خوب رو در آغاز بهار، این کار رو باید در آغاز بهار که مطمئن شدیم که دیگه سرما دیگه از بین رفته، درخت دیگه داره جون میگیره، یا در اواخر زمستون به اندازه 10 سانتی متر دور اون شاخه رو، به اندازه که مثلا از تنه فاصله داره، مشت بذار بالا و پایین مشت رو خط بزن، اونو باز کن، اون قسمت رو پوست درخت رو کامل، پوست اون شاخه رو کامل بکن. بعد خاک کامپوست رو به شکل ساندویچ دور اون شاخه ببند، کاملا دور تا دورش رو خاکش بگیره با یه پلاستیک شفاف کلیر که دیده بشه. بعد بالا و پایینش رو با یه چسب برق کامل محکم محکم ببند، اون آب توش نفوذ نکنه، اون رو رها میکنی تا 40 روز. بعد از 40 روز برمیگردی شاخه، نگاه میکنی تو اون مشما پر از ریش است، از پایین اون مشما با احتیاط اون رو اره میکنی و اون رو درون یک گودال یا درون یک گردن میکاری، صاحب یک درخت پرمیوه میشید.
این بهترین روش ساده است. در غیر این صورت اگه دسترسی به اینا نداری، ناچارید از هسته بکاری که اینم زمان بره، بهتون شاید در 7-8 سال طول بکشه بهتون میوه بده. سلام، نه حال دو ساله رو هم میشه رنگ کنید. ببینید عزیزم، اگر درخت رو که ما میکاریم ببینیم به تنه آسیب داره میرسه از طریق حشرات، از هر طریقی، سوراخی، ضربه‌ای، شکستگی، آفتی توی تنه درخت اگه دیدیم، بهترین کار ده که رنگش بکنیم. یعنی اگر شما توی این اروپا و آمریکا بسیاری از شهرها رو حتی اگر رد بشید، تنه های درخت ها رو توی خیابون ها حتی رنگ کرده، باعث که موش، موریانه، کرم ساق خار یا ریش خار اینا توی درخت نفوذ نکنه، کرم خروار اینا به درخت نفوذ نکنه، آفات و قارچ به درخت نفوذ نکنه، مورچه ها به درخت نفوذ نکنن، موریانه ها به درخت نفوذ نکنن. ایجاد نهالستان شخصی میشه توضیح بدید؟ ببینید نهالستان رو شما میتونید در هر جایی برای خودت ایجاد بکنید. اگر منطقه یک منطقه سردسیر که باید حتما اون نکاتی رو که برای محافظت از یخبندون و سرما هستش رو در نظر بگیرید. بهترین کار اینه که شما جایی رو که میخواید به حالت نهالستان در بیاری، یک فضایی رو گودورداری بکنید و اونجا رو با ماسه بریزید، 60 درصدش ماسه باشه و باقیش از خاک همون محیط باشه و در اونجا شما میتونید به حالت نهال محال ها رو در اون قلمه بزنید، ایجاد بکنید و آبیاریش رو هم وقتی به این شکل باشه به حالت غرقابی اگه بخواید آبیاری بکنید که در اون فضا باید حتما به شکلی باشه که شیب داشته باشه که این آب به صورت جریان پیدا بکنه و بره. در غیر این صورت اگر از آبیاری قطره استفاده میکنید، حتما باید فضا رو پوری ایجاد بکنید که آب در اون فضا به شکل مرتوب همیشه باشه، اگر یخبندون نبود. ولی در زمانهای یخبندون اگر توانش داشتید حتما اون منطقه رو با پلاستیک سرش رو بپوشونید که با فاصله زیاد که یخبندون نهالهاتون از بین نبره. ممکنه بفرمایید برای این استاد من نمیکنم حوصله‌اش ندارم. ممکنه بفرمایید برای کمبود آهن الان کود کلات آهن بدیم یا موقع شکوفه زدن؟ بهترین زمان در منطقه شما اگر میخواید این کار رو بکنید، من پیشنهاد میکنم اوایل بهار این کار رو بکنید. عرض کردم کود شیمیایی جذبش به صورت انجام میشه. کودای شیمیایی رو همیشه سعی کنید در اوایل بهار به درختتون بدید که جذبش سریع تره. صابر بازم از داخل شهر فرهنگی برامون بگیر. چشم، حتما. یک مسافرت در پیش دارم، حتما اون مسافرت هم با شما عزیزانم حتما شریک میشم. سلام، ولش کن اونا رو. چند سال هست که روز قلمه میزنم، اصلا یکی هم نتونستم به عمل بیارم. صبر میشه ولی بعد یه مدت سیاه میشه و خوش میشه دلیلش. خب ببینید، اولا که نگفتی در کجا هست. قلمه زدن شرایط خودش رو داره عزیزان. اولا قلمه وقتی که ما از درخت میگیریم، اون قلمه رو ما همونقدر که به فرض مثلا این قلم است درون خاک، همینقدر که این قسمت پایین که خاک رطوبت ملازم داریم، این بالا ما رطوبت لازم داره. قلمه به دلیل اینکه ریشه نداره نیازمند به رطوبت دو جانب است، هم بالا هم پایین. به همین دلیل در گلخونه ها این کار رو میکنن. چرا؟ چون در گلخونه ها میشه رطوبت رو به حالت نسبی نگهداری کرد. پس بنابراین وقتی شما قلم میخواید بزنید، اولا از شاخه انتخاب بکن که آلودگی نداشته باشه. دوما ابزاری که استفاده میکنید ضد عفونی باشه. سوما اگر در آب قلم رو نگهداری میکنی نگفتی، در خاک نگهداری میکنی نگفتی، ولی حب میشه در خاک نگهداری کن. در خاک که نگهداری میکنی سعی بکن گلدون اگر نگهداری میکنید تو
توی اون گلدون رو توی یک پلاستیک بلند قرار بده، پلاستیک که شیشه‌ای باشه، کلیر باشه، روند دو تا سوراخ به وجود بیار و با ارتفاع بلند نگرش دار به جا و رطوبت آب رو غرقابی نکن خاکشو. وقتی که مطمئن شدی که گیاهت شروع کرد به سبز کردن، شروع کرد به برگ دادن، یک دیگه به اون سوراخ پلاستیک یک دونه دیگه اضافه کن و هرگز اجازه نده بهش آفتاب بخوره. تا زمانی که همینجوری که این داره برکاش زیاد میشه، شما تعداد این سوراخ‌ها رو بیشتر بکن. چرا؟ به این دلیل که زیر اون پلاستیک رطوبت نسبی مونده، شما به یک باره به هم دارید درخت یا نهال اون زیر که بوده یک رطوبت نسبی داشته و هم میدارید به یک باره جریان هوای خشک بهش برخورد میکنه و اون رو از پا در میاره. پس ما به تعداد هر برگی که تعدادش زیاد میشه، تعداد این سوراخ‌ها رو اضافه تر میکنیم تا اونجایی که مطمئن بشیم که دیگه این قلمه ما حداقل به 5 تا 6 تا برگ کامل دیگه تکمیل شده. زمانی که تکمیل شده بود اون پلاستیک رو برمی‌داریم ولی در همونجا نگرش می‌داریم، تکونش نمی‌دیم. چرا؟ چون اون فضایی که اون داره به اونجا عادت کرده و اجازه میدیم حداقل 15 روز در اون فضا بمونه. بعد از 15 روز اون رو منتقل می‌کنیم جلوی آفتاب، مجددا می‌ذاریم در جلوی آفتاب یه مدت طولانی بمونه تا این کامل پر بشه. وقتی پر شد دیگه اون ریشه پر شده. ولی اون اوایل که شما ببین چند تا برگ داره، شما ریشه ای نمیبینید. بکشش بیرون نگاه کن، هنوز ریشه سبز شده ولی ریشه خبر نیست. تا گیاه ریشه کامل نده ما نمیتونیم استفاده ازش بکنیم. ساعت یک ساعت گذشت، منم دیگه باید برم. صابر، من گوجه کاشتم، گل داد ولی گوجه نداد. خب دلیلش اینه که شما خاکی که استفاده کردی خاک قوی نبوده. برای کاشت گوجه فرنگی اگر توی باغچه داری میکنید، یادتون باشه از همین الان اگر در مناطق نیمه سردسیر هستید، توی خاک کود حیوانی میریزید و کود 20-20-20 در هر جای دنیا این کود 20-20-20 یا 10-10-10 یا 9-9-9 اینا همه مشابه هم هستن. به این خاک میریزید، این خاک رو زیر رو میکنید، میذاری آب و بارون نابش بخوره کاملا. بعد بهار که رسید، اول بهار مجددا یک کود 20 20 20 یا 10 10 یا 13 13 حتی یا 9 9 به خاک بریزی. برای هر متر مربع یادت باشه به اندازه 250 گرم برای هر متر مربع میریزی کامل. اینو با چنگک زیر رو میکنی، میذاری 10 15 روز بارون و آب بهش بخوره. بعد بکار به قول میدم اینقدر میوه بده که مثل اینجا اصلا ما موندیم چیکار بکنیم. تو این فصل این همه گوجه نمیدونم با چیکار بکنم، میشکنه نمیدونم ببرم. خب من دیگه برم، دوستتون دارم. سوال ها زیاده، من شرمنده هم بیشتر از این در خدمتتون نمیتونم باشم. به امید روزهای قشنگ برای تک تک شما عزیزانم. یادتون باشه عزیزان، ما امانتدارانی هستیم روی این کره زمین. همه موجودات، همه ما امانتدار هستیم. بیایید قدر این طبیعت رو که خداوند به رایگان، ببینید در دنیا سر آب جنگ، سر خاک جنگ، سر مرز جنگ، سر پول جنگ، سر همه چی جنگ به غیر از اکسیژن. اکسیژنی که ما نباشه همه هم به سرعت از بمیریم، نابود میشیم. روش جنگ نیست، مردم اصلا بهش اهمیت هم نمیدن. خداوند این اکسیژن رو به راحتی به ما رسونده، چون به راحتی در اختیار همون بشه براش ارزش قائل نیست. بنابراین بیایید برای ایجاد اکسیژن در فضای طبیعت جهانی تا میتونیم گل گیاه بکاریم، از ریختن زباله به رودخونه ها جلوگیری بکنیم، آلوده کردن رودخونه ها و دریاها رو انجام ندیم و مراقب همدیگه باشیم، حیوانات رو آزار ندیم، درختها رو قطع نکنیم. به هر حال دوستتون دارم، شما رو به خداوند ارحم الراحمین می‌سپارم. خدا نگهدار.